سرا باشی ما با باشی باشی زور شو بزنیم بابا بزنیم دیر شو دیو خانم بزنیم بابا بزنیم به شرط میخوریم ما سلام آقا جون سلام عجله میکنی حالا کوتاه شب بابا کریم بابا تو که میدونی من شب کورم نمیتونم شب رانندگی کنم این دوتام که نمیشه اصلا این شب لخ بخوریم حالا یه ساعت میفتیم به تاریم خانمونه رو بردیم بود تا کنه بردیم بیاریم نمیشه الان بیاریم بیاریم بود چرا بود 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 آره دیگه کسی اینجا ما رو نمیشناسه که بعد اینجا ما بریم دوباره بخواهیم بیاییم اینجا بریم کسی تاپ رو بریم کسی رو بکنیم نه نه رو جارو بکنیم آقا جان من باید خونم آقا آقا سلام صبحتون بخیر. سلام صبح 5 و نیم صبح هنوز آماده نیست صبحونه. آقا آقای ما عادت دارن همیشه 5 صبح بلند میشن صبحونه میخورن. این دره رو باز نچینن دادم. من 35 سال عادت کردم 5 صبح صبحونه بخورم. آماده نیست. اشکال نداره بشین تا آماده بشه. چای آماده؟ دست بزنید. بله. چرا میگو؟ چرا؟ بابا اینا برای پاسته از میگه آه بیا مده بایی فرد برون برون بردار 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 آقا جون آقا جون اینجا با اونا آقا آره آره بابا بابا خواهد خودتون کار نه بابا 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 آبیمه مامان آبیمه مانا خیلی خود پریسا پریسا بیا 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 پریسا چیه این گفتی آنا نکی اون آقا تو از این هم داره ببین دست شما درد نکنه خیلی خوشحالم ممنون اون کارت شناسایی ما چشم اجازه بفرمایید صبحانه واقعا به من چسبید مزه حجیم همه چیز این خدمت شما 400 تومان لطف کنیم 400 تومان بابا چی پول خوب کنم نه من خورده ندارم آقا جون دارم من حساب دارم سبی دارم کارشناسایی ما رو هم لطفاً بده 400 هزار تومان چی؟ 400 هزار تومان صحبت چی خانم؟ خانم ما در پول اتاقا رو دیشب دادیم بله ما رو پرداخت شده پول اتاقا رو بله ولی این بابت استفاده از بوفه است بوفه؟ ما اصلا بوفه نرفتیم ما همش تو اتاق بودیم خانم اشتباه شد اصلا بوفه نرفتیم حتما اشتباه شده نه این مال یک کس دیگه است بابا اشتباه شد منظورم وسایل تو یخچاله وسایل تو یخچال؟ بله یخچال مگه پولیه مجانی بود یخچال چی؟ یخچال توی اتاق خانم من اونو مجانی رایگان در اختیار ما قرار نگرفته بود. نه خانم باور کنید ما اصلا چیزی نخواه اگه میدونستیم اینجوریه که ما چیزی نمیخوردیم. بله دیگه شما گفتیم ما هتل رسیدیم خوابیدیم صبحم صبحونه خوردیم همینطور زدیم توی اتاقتونم بود شما پنجه زاد کنم ببینم نگاه کن
آب میوه 30000 تومان. حق سرویس مالیات دارم. حق بر سرویس ما اصلا نخوردیم خان، نبود توی یخچال. یخچال هم که سرویس نکردیم. بله بفرمایید. اشتباه شده. بله اصلا امکان نداره. چیزی که استفاده کردیم براتون لحاظ شده دیگه، دست من نیست واقعا. یعنی چی آخه ما توی یخچال آخه گذاشتن آخه؟ هی بهتون نگفتم نخورین، چی بخورد اون شیشه. یه دقیقه وایسا وایسا. خانم بفرما اینا رو استفاده نکردیم، کم کنید از رشت. ما گفتیم مجانی همینجوری گفتیم ببریم تو سفر امرامون باشه. این خدمت شما. خیلی متاسفم جناب، ولی هر چیزی که از اتاق خارج میشه حساب میشه. اشانتیوناش که مجانی دیگه. اشانتیونا رو برداریم اینا رو ببرید بذاریم تو یخچال دیگه. بخور بمش همتون. گفتم نخورین. گفتین اگر نخوردین نون گرم که بفرمایید. بفرمایید. کارت بدن شما. این شکلات رو من میتونم ببرم؟ نه دیگه الان نهیدیم، اگه دیدی چه جوری حساب میکنه؟ برداریم دیگه، همه چه حساب کردم. پولیشو داری آمان؟ بیا این شکلات رو نهیدیم. آقا جو لکه درد نکنم آقا دیگه. ببخشید یه جای سفر جبران میکنیم. خوش اومدیم. آی آی 400000 تومان جیرینگی از جیبمون پرید. شکلات 5000 تومان. قر نزن کریم، یه تجربه بود دیگه. حالا اینجا فهمیدیم اگر میرفتیم مشهد تو هتل، اینا هر روز میخواستن از یخچال یه چیز بخورن، صبح بعد 2 منو پول میدادیم. زیبر 400000 تومانه. بابا خیلی خوب حالا شده دیگه، نمیدونستن که. بله آقا جونی، خیلی تجربه خوبی بود، به نظرم بهترین تجربه بود. ببین اونجا میخواستیم بریم چه بلایی سرمون میومد. بله نخوردیم نون گندم که دیدین دست من دو. واقعا برای من یکی که خیلی تجربه است. نه داریم خودمون صحبت میکنیم، بفهم. واقعا برای من یکی که تجربه. تو باسه چی اونو گرفتی دستت میخوری؟ تو از این چی سر در میاری؟ تو یک کلمش هم میتونی بخونی؟ آقا جون اینجا هتل بینالمللی امری باشه صداتون میکنیم، ما داریم خودمون صحبت میکنیم. آقا جون اینجا هتل بینالمللی کلاس داره، 4 تا خارجی رد میشه، فکر میکنه آدم مهمی هستم. بعدم عکس نگاه کردن سواد نمیخواد که. دامه تو بردار که وقت داری میداری بتونی بخونی. واسه چی عکسشو میدید؟ تاهاش زنگی نیدن توش قشنگ نید. زنگ شما بود؟ آقا جون چون رو میزه من سا فکرشو نمی کنم، من دایی چون بازی میکنی. آقا جون واسه من ایدون اپل گلاسه میگیری؟ چی؟ اپل گلاسه بده من حتی لوستم. آقا برمونتم. آقا جون نکن زشته دیگه. آقا جون زشته بابا زایست زشته؟ همین الان تا اینجا 400000 تومان ضرر کردیم، ماشینمونم که اونجوری شده. ای بابا ساعت 9 شد این آقا نیومد. اصلا بعید میدونم این ماشین به ما بده. میاد امروز نمیده. آقا جون چرا جو میدین؟ الان بهش زنگ میزنم. بابا کجا کاری نداره الان میاد. در دسترس نیست. بله به خاطر اینکه پیا نیست. آقا این اگه اومد من سیبیلامو میتراشم. همه این ما نیستن که سرشون بره حرفشون نره. این دیروز یه چیزی دید دلش سوخت، خب میدم یه دونه این ماشینا رو الان پشیمون شده، ما رو پیچونده به خاطر اینکه یارو دلیلی نداره ماشین 300 میلیون میشه بده ما سوار شیم. اگر اومد ببین اگه اومد تو سیبیلاتو میتراشی دیگه. آره ولی اگه نیومد تو ابروهاتو باید بتراشی. باشه قبوله. آره قبوله. باشه. خب فوقش زنگ میزنیم دفترش یا میریم دفترش. مگه آدرس شماره تلفنش رو دفترش نیست؟ نه نمیخواد خاله، من الان موبایلش رو میگیرم جواب میده. آره جواب میده الان اون شرکتش هم عوض کرده. آها بو خورد آقا جون. بو خورد دلیل نداره این سیبیلا رو بیاد بزن. بو خورده نیومده که. سلام آقا اشکان، کجایی برادر من؟ زور شد، ما اینجا نمیرسیم بریم سفرها. اون ماشین چی شد آخه؟ راستش برسم خدمت اون روزه میدم دیگه آقا جون، ما اتاق تحویل دادیم، الان ما چی کار باید بکنیم؟ اشکال نداره تو هم لابی هتل بمونین، اگه خواستین هم میتونی از استخدامش استفاده کنیم. من تا 2-3 ساعت دیگه میرسم. تا 2-3 ساعت دیگه؟ الو؟ الو؟ خداحافظ. آجی پاشو بریم استخر. چتونه؟ حالول والول شدی؟
با پولی کی میخوای بری استخر؟ پولی نیست که آقا جون، ندیده بودی مگه نوشته بود استخر برای استفاده از مهمانان رایگان است. نقاردیم دینه گرنه و اینه دیگه خودمون خوندیم. ببین بابا به احساد مزخرف نگو، باز میریم اونجا خیرمون میگیرن از اون پول میگیرن. اون 400 هزار تومن اتفاق بود، این رایگان آقا جون، بابا خودشون نوشته بودن. باشه بریم استخر یه آبی به بدن بزنیم. من اصلا بتم خوبه کنی مطمئنی؟ بله آقا جون، اصلا هتل های پنج ستاره رو همین آپشنشه که پنج ستاره کرده، آپشن استخر رایگان. بله خیلی خوب، ولی من مایو نیوردم. مایو نمیخواد آقا جون، هتل پنج ستاره است، مایو رایگان، حوله داره، همه چی رو خودشه. هزار بابا مطمئنی تو؟ بله آقا جون، آپشنه اینجا. خب پس ببینم. خب شما چی کار میکنید؟ ما هیچ همجای مغازه اینجا رو به خود دور میزنیم. تو برو خیال خیلی خب پس اشکان اومد صدا میکنیم. باشه داداش ببخشید یه لحظه داداش پرسمون جون کجاست؟ آقا این استخدامش کجا سمیده؟ طبقه منفیسه، این طبقه منفیسه خیلی خوب باشه، یه باش یه باش همیشه عجله، نگران نباش بنش برش بریم مغازه اینجا. نباشی من ببرم مده، این تلفنش جا مونده اینها. بیا این کرمه رو بزن قشنگ پوستتو چک کن چاکرات باشه. چاکرا ماچرا چیه؟ کرم مالی کیه؟ چک کنم واسه چی؟ پدر جان رایگانه، همینجا هستش، هر کسی میتونه ازش استفاده کنه. آره بابا دیو. آره آقا جون پس واسه میشه نریز. چرا؟ چیه؟ الان پدر داخل آب بوده، پوستش رطوبت گرفته، اینا رو بزنه پوستش میرزه بیرون، ملتهب میشه. آره آها خب بذار بعدا بزنم. حالا اینا که چیزی نیستش، موقعی رفتم همینجا تو رخت من دیدم ژل هست، گوش پاکن هست، عطر و کل همه چی هست، میتونیم استفاده کنیم. بله آقا جون، نخوردیم نونه گندم ولی دیدیم دست مردم. آقا جون پدر جان جیهان پدر حایت کن چیه بابا اینجوری نخورم؟ یه میگم بالاخره گفتم کردی، ببین ولی با این حال دست مردم چه هست. آقا جون ماساژه دیدی قشنگ آنهاش احساس میکنی اصلا به جون خودت، من تا حالا همچین کیسه ای به تنم نخورد.
به خصوص این دلاکش این ماساژ میداد عالی بود. آقا جون همون ترکی حال کردی؟ همین اسمش قلنجاتو در میداد. خیلی خوش گذشت. بعدم بازم بیا. بیا ماجون. عافیت بشه بابا. ممنون آقا. ببخشید ما داریم استارتو تعطیل میکنیم، صندوقو بستیم. این خدمت شما. خسته نباشید. ببخشید. هزینه‌ات. هزینه چی؟ هزینه استخ، مایو، عموم ترکی و ماساژ. برو داداش، برو اشتباه گرفتی. اونجا صاحب کنه. نمیدونه بنده خدا. آقا خسته نباشین شما هم زحمت کشید. بالاخره ایشون بعدی باشه انجام میدید. ولی مثلا اینکه شما صبح کلیداتون رو تحویل دادید و دیگه مهمون هتل حساب نمیشید. و البته اینم بگم حمام ترکی و ماساژ هیچ ربطی به هتل نداره. جداگونه حساب میشه. آقا چون بده من حساب میکنم. من شما نداریم که من آره با پاشو برو حساب مرحو دست و در باشو. خیلی ممنون از در خواهد شما اینجا کار میکنی داره؟ بله بله. عروس میایید استخر رو اینجا و بعد آخر ما هم پول میگیرید درسته؟ بله بله. بیا عزیزم من شما هم اضافه گذاشتم واسه خود برانی شما باری جلو الان همیشه بده نگیری. ببخشید این 60 تومانه. نه دیگه این 65 تومانه. 5 تومن هم انعام گوشتم واسه خودت دیگه. خب بجز این انعام 540 دیگه باید به من بده. چی؟ نه خب بده من. ببین اشتباه داری حساب میکنی دیگه. نگاه کن این 60 تومانه. ببین یه 6 5 تا صفر بغلش میشه چقدر؟ 600 هزار ریال. به تومان زدم، به ریال نیست، به تومان. این 600 هزار تومن؟ بله. چی؟ من توی ایزا قیمتها رو اینجا برای تو زدم. سه تا مایو داشتیم با مالیات ارزش افزوده میشه 150. مایوهاشو نخوردیم اینجا. استخ داشتیم سه نفر استفاده کردیم شده 150 تومن. 100 تومن همون ترکیتون شده. 150 تومن ماساژ، 50 تومن هم سرویس و مالیات ارزش افزوده. آخه اشتباه دیدی حساب کن مثلا سرویس استفاده نگیرم من همه کارم تو آب داشت شنا می‌کردم جایی نرفتم. نه منظور من سرویس بهداشتی نیست. اون عطر و اتکلون و ژل و کرمی که به خودتون زدین. آقا اصلا مالیات اینو ببین هزار جا با کرده فردا. شما رو بده. شما برداشتی اینا رو گذاشتی تو کمد ما هم برداشتیم استفاده کردیم. اگه نمی‌خواستید استفاده کنی پولی بود چرا نگفتین به ما؟ بله توی همه کمدا هست. ولی استفاده ازش اختیاریه. ما که نگفتیم پول میگیریم وگر ما یه خواهد که تو سرمون میریختیم. اصلا من نمیومدم به تابلوهای همه جا نوشته. کجا نوشته آقا؟ فقط زده شوخی کردن و شیرجه زدن عریض کنیم. دقت کنیم کو؟ کو؟ نه آقا جون ولی در کل خوش گذشت نه؟ چی رو خوش گذشت؟ اوه خیش دلم خونکی باقا چند بار بهت بگم وقتی میدی یه جای قیمت کن ببین مجانیه باید پول بدید ببین بدبخت هم کردید آقا جون من کجا میدونستم خب هتل الان استخ سونا جکوزی همه شون مجانیه واسه شون دیگه و چه میدونستم اینو میخواه همه پول بگیرم ببند دهنت بله آقا جون یه اضافه آقا جون شما نگران نباش شما این پولا رو بده من با شما حساب میکنم بعدا شاه لا اله الا الله ببین شما دوتا یه کلام دیگه بگین چنان میزنم بچسبیم به دیوار خب اینو باید من عقل میبندی آقا جون بیا آقا جون اینجا نگاه کن جره جره جنگ این همون کلمه است آقا جون چیکار داری میکنی؟ الان اینو میندازی در و داغونش میکنی 100 تومن پول کرمه با مالیات برداشت افتاده میشه 120 تومن دوباره بذاری رو پول بدی به اینا حفشین که باید پول زور بدم چرا آقا جو شما نگره نش من باشو به حساب میکنم بدن کرمش خوبه؟ مادر 600 هزار تومن پول استخ تو که گفتی مایو و غوله و اینا هیچ کدوم پول نمیخواد من که نخوردن نون گردون ولی دیدن دست بی خود من اینجوری دونه آب مدنی هم نخوردم من میگم سر بزنیم تزریق آقا اکبر اومد آقا اکبر روزتون بخیر خوش گذشت نه آقا چرا باید خوش گذشته باشد دیشب داره یه میلیون تومن ما ضرر کردیم آقا عشق 600 هزار تومن پول دیگه استخ ما میگفتی کجا آوردیم آقا من که پول هتل داده بودم پول هتل داده بودین پول بوفه و استخر و 600 هزار تومن اینا رو که نداده بودیم بعد پول استخر که نداده اصلا خودشون رو نه آب زدیم 600 هزار تومن اشکال نداره آقا کریم جان اصلا خودتون ناراحت نکنید هرچی رد میشی باید انعام بدی اینا رو آیا ما فیزیکی کرده بودیم نه من نگفتم به خاطر پلیس قربونت برم شما مهمونه منی نه من به خاطرش ولی به ما میگفتین آقا کریم شما مهمونه منی قربونت برم دستشون زمین نذارید زشت مادر تو مدرسه برگرد
معلوم. خب خوش گذشت. خوش که والا بله خوش گذشت. از شما در. خب آقا ماشین آماده است. تاش بریم بریم بعد گیر نشه. آقا مهندسی خیلی شرمنده کردید. قربون برم. ماشین دم در آماده است. بریم تا دیر نشه. بفهم این هم نشه. بیا مادر این. بگو دیگه همه اینا رو بیارن. بیا. بفهم. 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 خواهش خواهش رفتون داریم بارا خواهش میخواهش 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 قفله آقای شما برش قفله بی زحمت کلید ماشین لطف کن آقا حسینی در ماشین رو میزنیم شما بفرم بشین شما کلیدشو بذار بیارم آقا کریم ماشین خودتون مثل دسته گل آقا اشکان آقا اشکان شما به ما گفته بودی با شاسی بلند میریم این چیه پس باور کنین که وقتی دیدم آقای کریم عزیز من حساسیت رو ماشین داره زنگ زدم به یکی از همکارام اومد دفتر کارش همینه آقا تا صبح ماشین رو درست کرد شاگردش مثل دسته گورد در همون زودم دسته آقاش کن شما ما رو بردی تو پارکینگتون این همه ماشین رنگ و برن نشونمون دادی که چی دلمون آب کنی آره بابا زشته آقاش کن مطمئنی آقا من چه نمیفهمه آقا کریم جان تفلیا تا صبح شاگرداش رو ماشین کار کردن که مثل دسته گل سعی سالم تحویلتون بدن فقط آقا کریم میمونه یه افت قیمتش که انشالله از سفر که برگشتین خودم یا با شما میمشه آقا من چه حلش میکنم ممنون آقای مهندس خیالمون رو راحت کردیم خب بریم دیگه دیر شده دیگه بله بریم الان ساعت یک بعد از ظهر نصف شب هم نمیرسیم نه آقا جون من حساب کردم نیم ساعت دیگه از تهران بزنیم بیرون با سرعت مجاز 120 کیلومتر بدون توقف یه سر بریم 12 شب مشه مادر چه خبره عجله نداریم که همینجور خوشخوشک میریم دیگه شبم همونجور شمال اتراق میکنیم میخوابیم صبح بلند شیم دوباره حرکت میکنیم آره آقا جون عالیه هم فعلا هم تماشا تو رو خدا بریم مالا این چه حرفیه دارید میزنید چه جوری حساب میکنید بابا آقا جون مریض مشکل داره تا اونجا 20 بارم اون قضیه بگیره ما بخوایم 10 بار شما قرصل کنیم 10 بار دیگه شو یه بایسی برید هر دفعه بایسی یه رو طول میکشه 10 تا یه رو بم حساب کنی حداقل 2 ساعت 3 ساعت دیگه آجون خجالت نداری پیش ببرم آجون بیماری من دارم حساب کتاب بکنم مشکلی نداره که دست خودت کنی مریضی شما فرشاد آقا اشکان این مریضی رو بگیر خیلی خب بست دید آقا اشکان دست درده خیلی خوش آشان من کار شما رو برم ایشالا سفر خوده قربونی شما خودت آقا دونم نورین داره بیماریش بیماریه چیزی خوش بهتون بگیرم خدا حافظ بگیرم خدا حافظ بگیرم چی بدنی بابا بلمون کن یا بابا دیر سفر جمع کنیم بیا بالا بیا بابا حرف بزن بیا یه سیبیلات زدی تعادلت ریخته به اماره حرف ازن چرت و پرت نگو خب داداش من قول دادی دیگه باید میزدی دیگه حالا چرا ناراحت میشی بله من قول دادم ولی یارو ماشین نداد که فقط اومد همین بود قرارمون دیگه حالا ببین کجای سفر ابروهاتو بزنم وای وای چه دفعه جون گرفت؟ نه بابا ساعت 2 بعد از ظهره هنوز تهرونی نهارم نخور تو با اون صبحونه که لوم موندی نمی کنم حالا گوشت بشه آقا جون صبحانه دارید دیگه الان زوره باید نهار بخوریم بعدش من تو سن رشدم آقا جون هی بهتون گفتم بندازیم از اتوبان بریم شما گفتین تهران خلوته بفرماییم ترافیک در عوض رسیدیم به جاده گازشو بگیرین آقا جون که زود برسیم از حالا بهتون گفته باشم من بیشتر از 70 تا نمیرم هی نگیم گازشو بگیر هر کی نخواست پیاده میشه میره آقا جون زیر 70 تا هم بری پلیس را میگیره ماشین رو میخوابونه عالی آقا جون اشکال نداره بجاش میندازیم از جاده فیروزکو میریم هنوز شب نشده میرسیم ساری قشنگ میگیریم یه فصل شنا میکنیم صبح هم با صدای مرغ ماهی خوار از خواب بلند میشیم و دوباره بریم مشهد بله منم موافقم کریم به به با این برنامه جور و جور که شما دارید نرسیده مشهد پولمون ته کشیده حالا بگین از کدوم ور برم ترافیک نباشه بذار بپرسم آقا جون بذار بپرسم آقا جون بابا دایی میگم ببینم شنیده صدامونو یا نه آه سب خب بشه من جلو بره 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 آقا چون پشت اون دارم دور میزنن آقا چون خیلی خوب خیلی خوب ولم نکن
نه حواسم هست، سوتی نمیدم، حواسم هست. دلو مادر، من شنیدم. ببین اون مغازه یه چه چیزای خوبی داره، بیا بیا. ای بیرش کنو همیشه بوریدم. دو دلو من یاد میشه. مغازه یه فکر کنم چیزا شده باشه، بیا تو بیا تو. بابا آب جوش گرفتی؟ آب جوش که گرفتم، یه خورده جوجه و زغالینا هم گرفتم. خود بذار زمین بارمون سنگین نکن بابا، همونجا میخریم دیگه. آجون لب آب، میخواییم جوجه بازی کنیم، شام بخوریم. آقا جوجه بازی چی بابا، خب این چه کاریه؟ همونجا میگیریم قربونت برم. آقا جون اینا دیگه گرفتم دیگه، آقا داره داره جاری نمیگیره قربون شکله. بعدش الان فصل مسافرته، من میگم تمام بساط کبابتون هم از همینجا بگیرید، زغال هست، همه چی هستش، اینجور راحت ترید. درست میگه، شما الان قربونت جاتو کناره. احسن ایشون آقازاده شما؟ بله پسر بزرگمه. ماشاءالله شمال بازار. بله. ببین من میگم تمام نون و نوشابه و سیب زمینی و خیار و گوجه و همه اینا رو از همینجا خرید کنید، اینجا علاف نشید. داداش من چرا جب میدی؟ یه جوری میگی که انگار شما قرضی اومده. آقا ببین اونجا الان انقدر شلوغه، 2 کیلو بخوای گوجه بخری 10 تا مغازه رو باید زیر رو کنی، تازه اونم به این کیفیت بهت نمیدم قربون شکلت. خیلی خوب زودتر من واسه خودتون میگم ها، شما نخری مشتری دیگه ازم خرید میکنه. باشه آقا تو مغازه تو به ما نفروختی، حساب کن بریم دیگه. راست میگه دیگه آقا جی، فقط آقا زغال و مغال و اینا رو جلو در برداشتم، اونا رو بیارم تو حساب کنی. بیا هر جوری راحتی برات میذارم. ببین ماست و سیرم واسهت میذارم، چون تو هوای شمال خیلی میچسبه میدونی، سیر رطوبت گیره. آقازاده میدونن چون دیگه نمیخوام شمال بازم. آره میکنی؟ ببین پولش من باید بدم، میشه مثل اون 1 میلیون. آقا 1 میلیونه که گرفتی آقا چون دیگه هیچی. خب الان دیگه کسی نیست به اون بده. بابا تو چی میخوری مادر؟ 1 میلیون برمند مادر. خوش بگیری، خوش بگیری. جدی حالا جدی جدی باشی. یه دونه دیگه میلیون بدی. لبخند حالا بخندی. نره آره حالا بالا رو نگاه کنید. آه مادر هم بستنی میخوریم. بستنی میخوریم بابا، بودو این بریم نصف شب هم بالا نمیرسیم. بسی کار کنید، این هم سویه. آقا شما بسیت جیزی شما ردیف که حالا بله اینجوری که سوپریه میگاه پس اینکه شما تحتیه. بله ما هم خرید کردیم برای شام و صبحونه. آقا جوجه گرفت. آقا واسه چی خریدین به ما میگفتی؟ من بدبخت کردین رفت. ای بابا آقا کردیم، خب خورده میشه دیگه اینا. خیلی خوب خیلی خوب بردیم بریم میر شو. بده بده بابا یه آقا دو یه بله دوباره میگیره. نه بابا بیاریم بکنه آقا جی بره کنه نفتی نشید. با این چیه گرفتی دست دسته کناره؟ نه بابا نمیتونم بخورم. یه دیگه گرفتی دسته شیر اکسی میگه سرم نه جره. آقا جون در رو باز کن. آقا کریم این در رو باز کن. آقا چی کار میکنی؟ آقا کجاست؟ کجاست؟ ماشین مردم کدومه؟ قومونه ماشین آقا ماشین ما اشتباه گرفت. اون ماشین نه آقا جون ما رو سفر که نمیبره، ماشین هم میده به آبجیش. خانم باز شروع کردی ها، مگه قرار بوده کجا بریم که چرا من ماشین دادم به آبجی؟ این همه سال بردم تو سفر، حالا یه امسال نری. آسمون خدا میاد زمین. سفر به درک، تو این تعطیلات بدون ماشین چی کار کنیم؟ بدون ماشین؟ بله. پس اون ماشین 3 کیلومتر که به نام شما زدم ماشین نی دوچرخه است؟
حرفا میزنی ها. خبرت داشتم دیگه، میدونستم دیگه، نگفتم ماشین به اسم من زدی منت سر من نذار، هی ماشین این ور اون ور نبرش. اگه اجازه نمیدادم ماشین امروز ببری بیرون الان این حرفو نمیزدی. خانم تو رو خدا این تابستون ما رو خراب نکن. مگه ما قرار بوده کجا بریم که ماشین آنچنانی بخوایم؟ متوجه نیستی دیگه، متوجه نیستی. اگه میگم بریم سفر برای اینکه بابای بیچاره من یه حال هوای ازش عوض شه. بابا هوای تهران بده، آلوده است. ها پس اینو بگو، بگو به فکر بابامم. خانم اگه نمیدونی بدون، هوای تهران بهترین هواست. چرا؟ من نمیگم، کارشناسا میگن. میگه چون همه از تهران زدن بیرون، هوای تهران شده عین شب عید. پاک جناب به جان این ستا بچه رنگ من بخوام دروغ بگم، من 35 سالم بارداری کارخونه بودم. همین الان بردارید با مدیر کارخونه حرف بزنید، ببینید توی 35 سال من یه پیچ یه میخ گم کردم. بله آقا جون گفتی جناب سرما فهمیدن گیبی بشین و رزر آقا بشین حساب ندارم. آقا جون بارا رفتن که ماشین پیدا نمیشه، و خدای نکرده حواستون نیست باتون میخوره یه جایی چیزی میشه. آقا کریم، یه بگی بشین آروم باش، سکته میکنی الانا. جناب سرو شما یه چیزی بهش بگی. آقا جون، یه جا بگی بشین دیگه، همش داری راه میری. سرکار، سرکار که این آبادی میشه ما بودی تو کجایی پس چی شد این آبا گن؟ گن ندارم که جناب سروان، گن کلانتهی تموم شده. این توی کلانتهی دوتا آبا گن پیدا نمیشه؟ خیلی خوب، برو یه لیوان آب برده بیاد کافی. سشکالا ببخشید، میشه یه لیوان آقا برای من بیاری؟ ببخشید، آقا برای لنده یه لیوان آقا برای من بیاری؟ من یه لیوان چایی هم اگر برای من بیاری دستتون نه نکنم. ببخشید بی زحمت. آقا برو فقط یه لیوان آقا برده بیاری. ببخشید آقا. جناب سروان، صد هزار بار به همین خانم و به همین بچه ها گفتم ماشین امانتی نباید رفت سفر، هزار یک بلا سر آدم میاد. گوش نکردم دیدید آقا جون به ما چه ربطی داره؟ شما سوی چرو ماشین جا گذاشت؟ تقصیر ما چیه؟ آقا جون برسم یه ماشه آدم نفهم ماشه را میفتن از اول من جا. ای بابا چی چیه؟ آقا جون آقا یه کاریه که شده همه تون از دن مقصری. حالا نگران نباش پیدا میشه این سال اگه پیدا نشه جناب سر با من هسته نیستم و باید بدم این برادر زن من اینقدر ماشینش حساسه که نه جناب این شهر کوچیکه ما به گشت ها اطلاع دادیم پلیس رو هم که در جریان تو این شهر کوچیک ما دوزی آکه خردون رو کجا میبریم این شهر ما کوچیکه تا الان دوزی ماشین سابقه نداشته مونتا اگه وقتی هم ماشین رو بدوزن میبند یه جای محکوکه میزدن یه چادر هم میکشن روش چند روزم که بگذره بعد یه وقتی که ماشین رو برمیدن میبردن تهران دیگه جناب سرباز ببخشیده جسارتا تا اونجای که من میدونم این ماشین رو بعد میدونم پلاک و شماره شاسیشون رو عوض میکنن میبرن تو شهرستان ها میفروشن بعد آبشون میدن بعد تو از کجا میدی؟ من دیگه از بچه های نیرو هم میدی بس از بچه های نیروی همکاری دانشگاهی خوندی یا اینکه درجه داری؟ من دانشگاه که نه بابا چی چرت و پرت میگی؟ آقا این سرما صفره بابا چه خبرتونه؟ خانم یه چیزی به این بچه ها نمیگی؟ پاشیده جلو اون بیستاب تلویزیون صبح تا شب نشستن اینی گرفتن دستشون من نمیدونم چه خیلی دیدن از اون بچه باید بچه گیش کنه باشن بازی کنن توپ بازی کنن برگن به هوا کنن قایم موشک کنن همین نشستن جلوی تلویزیون چه خبرت گیر دادی به بچه ها؟ حیات درندهش براشون گذاشتی؟ پارکی جای دور بریمون هست بابا از پیاده رو هم که میخواییم رد شیم چهار تا چشم دیگه باید قرض کنیم که موتور زیرمون نکنه چه خبرت خونه رو گذاشتی سرت؟ خانم کارشناس ها میگن میگن بچه ها باید بچگیشون رو بکنن این انرژی باید تخلیه بشه حالا ما حیات بزرگ نداریم پارک اطرافمون نیست عیب نداره تو همین چهار تا اتاق دنبال هم کنن گل گنبه هوا کنن چندنک کنن قایم موشک بازی کنن نمیشه تو این خونه رسما آسایش آرامش تعطیل ها شما که از صبح علت طولوی با هم عره میدین تیشه میگیرین من دیگه تو این خونه نمیمونم باشه ببینم صدا تو بی خود گلوب نکن بیارش پایین اگه تو فکر کردی من میذارم خونه همتو بکنی پاتو با اون رفیقای عرازل و باکر کور کنی آقای جون چه حرف نمیزنی من که رفیقام عرازل نیستن که شما دیدین کی اون که مهندس کاظمی یه بار صدا تو مهندس کاظمی مهندس کاظمی یارو 12 سالی دیدی به من که مهندس کاظمی ببینی من یاور 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 سلام بگوشم آقا یاور یه دقیقه ساکت بشید سلام بگوشم شما در مورد این شما مشخصات مورد صحبتی اعلام شده
یا بر تو موقعیت بمونین، الان با مال باختا میایم تو موقعیت. تمام. ببین چیزی میخواد آقا یاور سر راه بگیرید. شما نکنید. همه بشینید. شما بشینید خواهش میکنم لطفاً بشینید. فقط شما با من بیاید. شکلاتون نتون نرسید. من بچه نیروه حضور لازم. نه فقط شما شما پسر بزرگ من. کجا دارید؟ بیرون آقا جون. آقا جون زهر ما. بده. چی آقا جون؟ خودت خوب میدونی چی رو میگم. بده به من. چی آقا جون؟ کلید خونه ی عمه رو بده. کدوم کلید آقا جون؟ بده به من، با من جره بست نکن. آقا جون. آقا جون زهر ما. یه دفعه دیگم دست تو جیب من کنی یا قلم دست تو میشکنی. حالا برو از جلو چکم بگیر. آقا جون. خانم من یه دقیقه میرم بگیرم بخوابم. به این بچه‌ها بگو همونجا جلو تلویزیون بشینن صدا جان کم کنن. همونجا بازی کنن. خانه‌ش دو اتاق بادو بادو کنن. گل 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 آقا جون بذار ماشین وایست بعد شو. آقا جون دست نزن، شما دست نزن. بابا ببین فکر کنم داییته. ببین داینی گشتنی یا داینی بهروزه. الو بهروز به زنی میزنم شروع خود و پلیس اومده. آره خدافظ. اهالی محل هم تلفات به عمله بردیم. بعد بررسی متوجه شدیم که این خود رو فاقد کنه. از اهالی محل هم خود رو بکنه هیچ کسی نیست. ولی به خود ماشین ما چادر دست از دو نداشت. ببین شگردم دوزگاست. ماشین رو به هم میدن میبرن یه جای متروکه میزنن یه چادر میکشن روش. دو سه روز بعد که آب از آسیاب افتاد برش میدارن میبرن. خدا سرش نکن چادر رو. سلام قصر علیکم. ولی ماشین ما رو دزدیده بودن لب جاده آوردن اینجا. ماشین شما؟ بله بله. بچه تهرانه؟ بله بله. آقا بچه تهران که همه تیز و بزن که اما خدا روشه که پیدا شد. ایوالا. بچه مهلای شما تیز و بزتر بودن. آره. دوشم نگاه کن. آقا تو دزدیاش مال خودمونه. خود خودش آقا جون. رنگش هم که خودشه. الان سویچش نداریم ما چیکار کنیم؟ سویچ آقا جون تو داشبورد داری گفت زپاس تو داشبورده. آره. تو تابستونا که درس نمیخوندیم میرفتیم کلید سازی. الان دو سوته واسهتون بازش کنم. ابزارم آوردم. شما که نمیتونه بدون اجازه در ماشین مهدون باز کنید. جناب چه صاحبش حسابش شما؟ آقا صاحبش منم. من خودم نمایندگی کار میکنم. آقا من بازش خواهش میکنم اجازه بدید. سرکست با. زنگ بزنید جرسکی بیاد حملش کنم ببرنش پارک. آقا کجا حمل کنه؟ حالا دو سوته من وازش کنم. حالا میخواد جرسکی لو اونجا گوله کنه بیاد داداش. شما پول زندگی نداری برو پی کار. آقا برو 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 آقا من باش من خودم تو نمایندگی کار میکنم. زنگ بزن تا شب علاف میشه. بلدی بده من دست نزن دست نزن دست نزن دست نزن اجازه سلام خودتون نشه یه جوری واس کنید. آقا جوجه آب پیش آقا جون. خب بذار وا کنم سری جوجه هم باید با جرثقیل ببرید. من حرفتا رو قبول کنم یا حرف قانون رو میگم. آقا با بابا تینا کاراشون رو انجام بدن بعد نیست بریم یه چرخی تو بازار بزنیم ها یکم بالاخره این برون برو ببینیم. وا مادر من تو این گیرودار بازار رفتنمون میگه چیه؟ وا خب اینجا بایستیم چی کار کنیم؟ و میریم اگر یه گشت میزنیم سوقات اینجا رو میخریم. آخه تو این هیری بیری با این همه وسط دیده تون سوقات چی میخواییم بگیریم؟ ای مادر بعد 35 سال ما اومدیم متفرم بعد با قادر بروسونه شهر دیگه آشنا بشیم زدی آقایی بکنم. ببخشید آقا اینجا بازار کجا؟ بازار نمیتنم دیده گفتم ماما اینجا شما فقط میخوای با من لفت کنیم. روز پنجشنبه بازار دارد. ای از کجا میتونیم بریم؟ دست شما درد نکنه. ممنون. مرسی. ممنون. حلوه دم خانوم. حاله؟ حلومه بر حلومه. من حلو گرفتنه. مرکز مرکز یاسر. ما در موقعیت اعلامی هستیم. مالکین خودرو رو شناسایی کردن. درب خودروها قفله. برای باز کردن در منتظر اوامر هستیم. تمام. آه آقا دست بابا سند مدرک رو بده. نیست آقا جی من سلو هم دارم دارم ساکو چمه دیناره مردم داداشم من دازه چیزی میزنم تو شمونه ساکو زدن چمه دونه نه ساکست نه چمه دون بدبخ شدی
عزیزا دل برا جانا نگارا فراغت میکند دیوان ما را نشانی رد پایی گوش چشم به خانه راه گمگشت با گمگشت بارا به درد غربتم عمری گرفتم خدام اینجا دلم در خونه یا خدا من بگو آخر چگونه به سازم با غم یار و غم یار و غم یار یکی بار دیگر دل برم قصد سفر را و جاده های عاشقی با من خطا عزیزم با من خطا و از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا فکر فراغ و تاب از سر به در کل که از سر به در خدا اینجا دلم در پیش در خدایا این سفر که می‌برد خدایا کن سفر آسون برایم که بینم با یکی بار دیگر دل برم قصد سفر کن و جاده های عاشقی با من خطر کن عزیزم با من خطر کن از دوری و دیری به تنگ اومد دل ایجا فکر فراغ و تابد از سر به در کلکه از سر به در کن